سید علی خامنه ای نزدیکترین آدم ها و وفادارترین افرادش رو قربانی قدرت خودش کرد. از جمله ایشون آقای عباس سلیمی نمین هست، رئیس کیهان هوایی و تهران تایمز بوده و هست. اینها همه از جمله همین عباس سلیمی نمین در دفاع از علی خامنه ای به زندان رفتن، ولی این همه رو ول کرد برای حفظ قدرت خودش. دیگری این رائفی پور هست، بلبلش چقدر بلبلی میکرد براش و تملق. هر خطایی که خامنه ای میکرد این میومد براش توجیه شرعی و عقلی و اینا در میبود. خامنه ای اینم با یک اردنگ انداختش بیرون و حتی سازمان ها و تشکیلات رسانه وابسته به خود خامنه ای اومدن و این رو ترور شخصیت کردن. یعنی رائفی پور حذف مطلق و ترور شخصیت و پایان همه چاپلوسی ها و تملقهاش برای شخص علی خامنه ای. یعنی خیلی خامنه ای میکرد مهربان یاران. قصه این رئیس قوه قضاییش از همه جالب داره. این که از نوجوانی مرید و غلام حلقه به گوش علی خامنه ای بود و خامنه ای گذاشت رئیس آستان قدسش کرد. اونجا اومد یک سری کارهایی کرد که خامنه ای خوشش نیومد. بستن فاحشه خونه ها و هتل هایی که فاحشه خونه بود بست و غیره و اینا. بعد این انداخت توی رقابت انتخاباتی با روحانی. برای اینکه روحانی بتونه رأی زیادی بیاره و نظام علی خامنه ای حفظ بشه، میدونید که اسناد مهم رو فقط رژیم داره. اینا اسناد مهمشون یکیش چی بود؟ صدایی بود که از این داشتن که با منتظری صحبت میکنه برای قتل عام، که دستور و فرمان خود خمینی، خامنه ای، روحانی بود. این به عنوان قاضی که از طرف اونا انتخاب شده بود میره پیش منتظری حکم میگیره که قتل عام رو انجام بیده. این نوار رو خود رژیم داد بیرون و اینو لجن مال کرد. یعنی رئیسی رو به لجن کشیدن در سر تا سر جان، که الان هم که الان هر جا تا میگه رئیسی میگن اون جلاده، اون خونخاره، اون قتل عامیه. این رو کی کرد؟ خود خامنه ای، رهبر نظام ایشون بود و او باید دستور میداد که اسناد سری، یعنی آن رجیستمان ها، چیزایی که ضبط شده سری در معرض عموم قرار بگیره. و تازه بعد هم یه بابا رئیس قوه قضاییه شد، برای اون کار هیچ کاری نتونستش بکنه که بابا بیاد بگه شما همه رئیسای من بودید. یعنی بلجن کشید رئیسی رو که اصلا حالیش نشد رئیسی، مثل بقیه یاران نزدیک خودش. یعنی خامنه ای یاران نزدیک خودش رو برای حفظ قدرت قربانی کرده و میکنه. از همه جالبتر این نوکر دیگه خامنه‌ای است. این باباش هست و خودش حسن رحیم‌پور ازغندی و باباش حیدر رحیم‌پور ازغندی. باباش از رفقای نزدیک علی خامنه‌ای، کلی به علی خامنه‌ای اینا زمان مامرزاشا میرسیدن و غیره. و این بچهش حسن یکی از مهرهای اصلی رژیم بود. چند سال پیش یه جایی گفته بود که نوارش رو برای من فرستادن، گفته بود من دومین شخصیت فقهی ایران هستم. یعنی بعد از علی خامنه ای این حسن رحیم‌پور ازغندی خودشو برترین شخصیت فقهی اون مملکت میدونست. علی خامنه ای یه اردنگ بهش زد، تا همین دیروز هم با تملق خامنه ای رو میکرد به ویژه و همه جا میرفت و قمپوز در میآورد که این نزدیک با خامنه‌ای، باباش، ننش، اینا همه، مادرش هم خیلی نزدیک بود به زن خامنه‌ای و اینا. و به گونه ای که اینو حسن روحانی از چه یک جلسه با فحش میندازه بیرون و بعدم دیگه میگه دیگه اینجا پیدا نشه. رسانه ای شد، همه جا شد، فیلم کرد خامنه‌ای میاد ازش پشتیبانی میکنه. گویا اصلا خود خامنه‌ای سفارش کرده بود که این آره یکی یکی از توی قدرت بندازن کنار. حسن رحیم‌پور ازغندی هم که الان کم کم داره به مخالفین میپیونده، کسی است که از نوکران درجه یک خامنه‌ای بود. از همه جالبتر مهمتر این دو تفنگدار هستن، حسن عباسی و سعید قاسمی. اینا چقدر تملق! این حسن عباسی چهار تا پورتای داد و فریادای خودشو پاره میکرد، یادتونه؟
تو همین دیروز یادتونه هر دوی اینا رو انداختن زندان، مثل بقیه این بقیه هم که گفتم همه زندان رو چشیدن. حالا رحیم پور از قندیس که به زودی خواهد رفت زندان، انداختن اینا رو تو زندان. خامنه‌ای نه تنها کاری نکرد، گفت باشن حبسشون هم بکشن، حبسشون هم بکشن تو زندان، و بعد از زندان که اومدن بیرون دیگه پشماشون هم ریخت. چقدر حال تو پوت میکرد، خصوصا این حسن عباسی در هر زمینه دکترین فلان فلان، امام آقا اینو گفتن، آقا اینو کردن، همه کسافت کاری خامنه‌ای اینا میمدن توجیه میکردن و ترمیم میخواستن بکنن اینا. همون خامنه ای اینها رو به لجن کشید و زندانی و بعدم اردنگ برن گمشن. چرا؟ چون نظامش بایستی بمونه، حفظ نظامش مهمه، نظام اسلامی که از بچگی علی خامنه میخواسته رهبرش بشه، رهبری از بچگی میخواسته بشه.